سلام دوستان عزیز فارسی زبان سراسر دنیا، من مینو صالحی کمبل هستم از تورنتو کانادا. این برنامه رو هر هفته سه‌شنبه شب پخش میکنم. من روی فیسبوک با لپتاپم هستم و با تلفنم هم روی اینستاگرام هستم. اگر کسی احیانا اینو نداره، اون یکی رو میتونه داشته باشه. خیلی 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 خوشحالم که آمدین، تشریف آوردین و این برنامه رو تا انتها میبینین و خوشحال میشم که برای من چیزی بنویسین. اگه ایرادی چیزی داشت لطفا با من شیر بکنین، خیلی خوشحال میشم. و صداها رو هم بلند کردم الان. اوکی، امشب بیشتر یکی از دوستان تقاضای چیز دعای بخشش رو کرد از من و من متاسفانه چون اکانتش خصوصی بود من نتونستم براش بفرستم، ولی امشب رو سعی کردم که اینو با هم فورگیونس و با هم چیزایی که علنه مسیحا خیلی خیلی شورترش کرده، کوتاهش کرده و خیلی مفیدتر هست از نظر زمانی، به خاطر این همه میبینیم که چقدر مشکلات هست در زندگی، از جسمی که دیگه فراوون بگم، جسمی، روحی، روحی که بی نهایت. و خواستم اینا رو با سه نوع تکنولوژی که الان دربارش صحبت میکنم و اینا فوق العاده هستن، ولی ابتدا یه کمی درباره خودم بگم. و دکتر مستر ژیگانگشا، من 12 سال پیش در ایالت اوهایو زندگی میکردم، ازدواج کرده بودم و اون موقع خیلی من مریض بودم. چیزایی بود که از سال 1992 در اثر تصادف و امسی که داشتم و اینا همینجوری دنبال من اومده بود و خیلی مشکل بود حقیقتا، به خاطر اینه که خب آدم باید کار بکنه ولی خب مریضی اینا اجازه نمیده کار بکنه. بعد خیلی چیزا مشکلات زیاد بود، مشکلات جسمیم بود، همیشه توی رخت خواب بودم با آنتیبیوتیک. بعد شوهرم یه مقدار تمپر داشت، عصبانی میشد، مشتشو میکوبید روی میز و خلاصه یه مقدار وقتی آدم مریض بشه خب کارم نمیتونه بکنه. اینا همینجوری هی پشت سر همدیگه مزید بر علت شده بود. بعد من یه دفعه رفتم کتابخونه کولومبوس اوهایو که بودم، یه کتابی برداشتم که این کتاب بود که نیرویی که خداوند به روح و جسم و بدن و ما میده انتقال میده و شفا آدم پیدا میکنه. من این کتاب رو نمیدونستم کی هست، نمیدونستم درباره چی هست، منتها چون آدم کتاب خونی هستم همیشه روی این قبل از چه کتاب این روی جلد اینجا و پشتش یه نگاهی میکنم، چون معمولا خلاصه کتاب رو اینجا نوشتش میگن. بعد این کتاب قسمت سول، روح، خیلی چشم منو گرفت، برای اینکه خیلی بزرگترم بود چشم منو گرفت. منم برداشتم شروع کردم خوندن و همون ابتدایش هم میگه اگه که میخوای استفاده بکنی، یعنی استفاده ببری اینا برای همین شفا و اینا، شفا بخشی و
دگرگونی در زندگی برای بهبود زندگی تو اینا اینجوری که من بد میگم انجام بده، که هر سه چهار تا ورقی که میزنی که تئوری بود، بعدش میگه حالا کتاب رو ببند 10 دقیقه این تمرینات رو انجام بده. منم طبق گفته کتاب واقعا جلو رفتم و بعد از 4 ماه 5 ماه بعد هی دیدم یواش 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 دارم بهتر و بهتر میشم. گفتم پس باید یه چیزی درش باشه دیگه، چون بدون اینه که آدم نتیجه بگیره فایده نداره، فقط یه تئوریه، باید یه نتیجه بگیره، اونم با انجام دادن تمرینات. بعد اومدم تورنتو، بود دیوان هیلینگ هندم توی دستم آمد و بعدم دیگه شروع کردم دنبال روی که الان یکی از دانشجوهای خیلی بالا سطح بالایی هستم. و اما ایشون کی هست؟ دکتر ژیگانگ شا از چین، دکترای طب مدرن اینجا رو از چین داره، دکترای طب سوزنی داره، طب چینی داره، آکوپانکچریست و خیلی چیزهای دیگه از توی کانادا و چین. و بعد آمد کانادا و خیلی از نظر استادان دا هست، ولی صحبت دار که میگم اینجا دایزم نیست، یعنی اصلا صحبت مذهبی نیست. و بعد بزرگترین استادان هست توی هنرهای قدیمی چینی مثل کانگ فو، فانگ شوی، ایجینگ، تای چی، چی گانگ و خیلی چیزهای دیگه. و معروفترین شفادهنده توی دنیا هست. اینها رو میگم که یه مقداری با گذشتهش آشنا بشین که واقعا استاد استادان هست. و اینها رو بعد 30 تا کتاب نوشته که 11 تاش نیویورک تایمز بست سلرز هست، توی نیویورک تایمز اول هست. و این خوشخطیایی رو که پشت سر من میبینین، یه متدی جدیدی هست از خوشخطی ها، مثل خودمون ایرانی ها که خوشخطی داریم، چینی ها هم دارن، ولی این به نوعی هست که خیلی خیلی تکه، خیلی تکه. برای اینکه مثلا این کلمه دعای که پشت سر من هست از 13 کلمه مختلف آلفابت چینی درست شده، ولی اینا رو به صورت یک خط می نویسه. و زمانی که می نویسه، چون خودش چنل هست و از منبع، از خالق، حالا هرچی که می خواین شما اسمشو بذارین is fine، یعنی هیچ جر بحثی نیست، چون مذهبی نیست. و وقتی که میخواد بنویسه، درست مثل یک کانالی هست که این information، این اطلاعات روح و جسم و انرژی و ماده رو که یعنی پاکترین و بزرگترین انرژی مثبت هست، وارد با اون از طریق خالق اینو وارد این خوشخطی ها میکنه. از این نظر هر وقت که ما اینا رو
دنبال میکنیم، ما این پازیتیو، این انرژی مثبت خالق رو وارد خودمون میکنیم و این انرژی منفی رو، این اطلاعات منفی رو در سطح روح، قلب که ریسیور هست، مایند که پروسسور هست، مغزمون که ترشحات میکنه، تصمیم میگیره و بعد به انرژی دستور میده که مثلا این کارو بکن و بعد نهایتا یه چیزی مثل این قلم به وجود میاد، یا سلامتی به وجود میاد، یا بهبود زندگی به وجود میاد، یا هر چیز دیگه ای که ما فکرشو میکنیم. در هر صورت من اینو خواستم یه مقداری درباره دکتر انماسو جیگانگشا بگم اول، و که بدونین که من چون نتیجهشو دست اول گرفتم و فامیل من گرفتن، از این نظر من بهش اعتقاد دارم، ولی اعتقادی که آدم تجربه نکنه از نظر من جهله. نمیدونم موافق هستین یا نه، ولی در هر صورت امشب درباره این سه تکنولوژی صحبت میکنم. آن درباره بخشش گفتم که در صحبت‌های قدیمیم گفتم که ما اون چرا که مشکل می‌بینیم، چالش می‌بینیم، در اثر افکار، حرفا و شنیدن چیزهای منفی بوده که یا اعمال منفی بوده که ما به دیگران کردیم. الانه به این شکل ما دریافت کردیم که چالش داریم توی مثلا زانو درد، کمر درد، هر چیزی که میخواد باشه، توی روابط خانوادگی و توی چیز مالی، بیزنس، هر چی که فکرشو بکنیم. و اینجا ننوشتم، ولی فکر میکنم، چون فکر میکنم برای ایرانی ها خیلی خیلی واجبه که اینو بدونن، این اون چیزی که الانه سر ما داره در میاد در ایران که خوشایند نیست، اینها همه اینا کارهایی بوده که ما قبلا سر همین آدما در آوردیم. میگین چطوری؟ کارما، اون چیزی که از این دست بدی از اون دست پس میگیری. ممکنه ما نکرده باشیم، ولی هیچ دلیل بر این نیست که جد من، اجداد من مثلا یه امپراتور بوده، یه شاه بوده که قتل عام اینا رو داده بوده. اینا هم حالا به این شکلی نبودن، حتما در جای دیگه، در یه کشور دیگه، ولی این همه که میبینین چقدر جنگ و جدل و اینا بین این همه کشورها هست، اینا فقط این کارماییه که ما هممون به طور کلی با خودمون داریم. بشریت این کارما رو داره و ما تا وقتی که این چیزو از بین نبریم، این کارما رو که حالا به صورت فورگیونس، البته فورگیونس بخشش هم که میگم، نه اینکه 5 دقیقه آدم بخشش بکنه و بعد همه چیز خوب بشه، نه، مثل قرص ماجیک نیست که فوری خوب بشه، خیلی سالیان سال، بلکه زندگی ها بایستی بذاریم تا این همه کارمایی که خودمون و اجدادمون سر دیگران درآوردیم یک کمی تخفیف پیدا بکنه. از بین نمیره، ولی تخفیف پیدا میکنه و مطمئنن تخفیف پیدا میکنه. شما باید امتحان بکنین، ولی با خلوص نیت. من حالا در انتهای همین برنامه‌ای که میگم
یه دعای بخشش هم نوشتم به خاطر اون دوستی که از من خواست اینو و نتونستم براش این کارو فراهم بکنم، این دعای بخشش رو براش بنویسم. در هر صورت من الان درباره دکتر شاه و مستر شاه که یه راه حلای تکنولوژی ساده تر کوتاه تر در اختیار همه بشریت گذاشته، که من الان درباره این ستا میخوام صحبت بکنم. یکیش این انگوش میزنی یه دکمه میاد، بعد توی 10 دقیقه یکی از این کرگفیا هست که برای چیز مشخصیه، البته میشه برای همه چیز استفاده کرد، ولی مثلا برای زانو درد هست، برای کمر درد هست، برای مثلا کلیه ها هست، قلب هست، برای خیلی جا مغز هست و خیلی جاها. و توی این 10 دقیقه با این خوشقطی هایی که خودش نوشته اینو دنبال میکنه، به شما میگه دنبال بکن باهاش، و بعد آهنگ یعنی صدای خودش رو میگه و نفس کشیدن. اینها چیزهایی که با این خوشخطی ها میاد. پس خوشخطی هست، تنفس هست و دنبال کردنش هم هست، که ما هر دفعه که تنفس میکنیم اکسیژن تمیز و وارد بدنمون میکنیم و با هر بازدمی این چیزهای منفی رو از خودمون دور میکنیم. حالا هر کجای بدن که میخواد باشه، مشکل هر چیزی که میخواد باشه، و با راهنمایی خودش این کارا انجام میدیم. و همه اینا برای رفع مشکلات جسمی، روحی، ذهنی، روانی. و الان میبینیم خیلی مشکلات عاطفی خیلی در انسان ها هست، به خصوص دیپریشن و استرس، ترس، این چیزا در انسان ها خیلی زیاد هست. روابط انسانی، خانوادگی، کاری و هر چیز دیگه ای و مالی، و اینا مهلتش مثلا 10 دقیقه بیشتر نیست. و میگه که اینو اگر بیشتر از 1 سال این مشکل رو دارین، بایستی 3 دفعه، 4 دفعه، 5 دفعه حتی در روز گوش بدین، و این اتفاقات خوب یعنی این چیزهای انرژی منفی که در بدن ما هست کم کم خارج میشه. یه مبلغ خیلی خیلی مختصری هم هست، 10 دلاره، مثل این که برای 1 ماه، یعنی اصلا هیچ، واقعا هر کسی میتونه این کارو بکنه. و بعد یکی دیگه هم دا واتر، دا که میگم به منظور خالقه، منبعه، دا کسیه که آره دیگه منبعه، خالقه. و این دا واتر هفته‌ای 1 بار به مثلا فرض کنه به 1 گالن، به 4 لیتر مثلا بشکه آب شما میذارین اونجا و نیت میکنین مثلا برای چی میخواین، ها، نیت میکنین. ولی در این حال الانه حالا براتون میگم، و اینو در 5 بار یه قلوب بزرگ میخورین، تو دهنتون نگه میدارین و تو خودتون میگین دا وادر مثلا این چالش منو رفع بکن، مرسی. بعد یه قلوب، بعد 2 قلوب، بعد 3 قلوب میخورین و اینو 5 بار تکرار میکنین.
بعد که آب و می نوشید، روز دوشنبه ها برای سلامتی جسمی، روز دوشنبه ها، روز سه شنبه برای سلامتی عاطفی روحی، روز چهارشنبه برای سلامتی ذهنی یا من نوشتم روانی، که ممکنه مثلا حافظه باشه، ممکنه دمنشا باشه، ممکنه آلزایمر باشه و هیچ، یعنی همه اینا جزء اون چیزای ذهنیت قرار میگیره. روز پنجشنبه برای سلامتی معنوی، برای کسانی که توی در مسیر در سیر روشنگری هستند، برای اونه. و روز جمعه برای رابطه انسانی خانوادگی یا کاری یا برای انسانی. روز شنبه هم برای افزایش مالیه، برای بیزنس افزایش مالیه و حالا هرچی که مالی میخواد باشه. و روز راه سوم، پس شد یکی این کلیک دی باتن، یعنی این دست بذارین روی دکمه ای و یکی از اونها رو فشار بدین، که این گفتم کلیگرافی خوشخطی هاست با راهنمایی های خود مستر شاه میکنه که دنبالش رو میگیرین. و دومی دا واتره که اونم بسیار بسیار ناچیزه، این آنر فیش. و سومی چیز دگرگونی با صداست. ما میدونیم صدا دارای یه فرکانس و یه فواید خاص خودشو داره صدا، و از قدیم الایام با صدا، با آهنگ، با ذکر که خونده میشه و اینا برای سلامتی. الان شفا دهنده های معنوی مثل مستر شام میکنه و پزشکا، بعضی پزشکا میکنن برای سلامتی جسمی، ذهنی و عاطفی استفاده میکنن و ثابت شده که فرکانس خاصی داره که به سلامتی مثل استرس و استراب و استراب تا درد و بیماری و اینا رو همه رو کاور میکنه، میپوشونه. و استاد مستر شاه چون صدای فوق العاده فرکانسش بسیار بسیار بالا هست و از با شعرهای معمولی که با عقل انسان بخونه نیست، صدای روح، با صدای روح، با صدای دا، با صدای خالق میخونه. و این آهنگا طوری هست که هر شخصی رو در هر موقعیتی که هست، برای هر چیزی که نیت کرده، دگرگون میکنه. یعنی این انرژی منفی رو ازش در میاره و انرژی مثبت رو جایگزین میکنه با صداش، و فقط بایستی اونو تجربه کرد. یعنی واقعا بایستی تجربه کرد. در این سه تا تکنیکی که گفتم، اینا راهاشو من میدونم چیه و همشونم بسیار بسیار خیلی خیلی آنرفیاشون، مبلغاشون بسیار جزئیه، هر کسی میتونه این کارو بکنه. ولی همونجوری که گفتم، همه این چالش های ما به خاطر اون مشکلاتی بوده که ما برای دیگران به وجود آوردیم. امیدوارم که با این موافق باشین. اگرم موافق نیستین،
موافق خواهین شد وقتی که تمرین بکنین و جوابش رو بگیرین. از این نظر من میخوام ازتون که حتما تمام این چالش ها درسایی هست که ما باید یاد بگیریم و بایستی مواظب باشیم از طریق اون چیزی که میشنویم که چیزای منفی، حرفای رکیک و منفی اینا نشنویم، چیزهای منفی نبینی، مثل همین اخباری که دائم همش و همش چیزای منفیه، هیچ چیز مثبت و خوبی درش نیست. چیزهایی که عمل میکنیم باید مطمئن باشیم که دنبال چیزهای خوب رو داریم، دنبالش رو میریم و بهترین چیزی که میتونه این بخشایش رو خیلی سریعتر برای ما به همراه بیاره اینه که خودمون رو در خدمت دیگران قرار بدیم، که چیکار کنیم که مکتم که اینها رو سلامت و شادی واسه شون بیاریم. شما فکر میکنین که شما قدرتش رو ندارین، ولی خیلی بیشتر از این قدرتش رو دارین. حتما نبایستی ما متاسفانه این 200 ساله گذشته اونقدر خام این، البته بد نیست، ما واقعا لازم داریم پزشکی فعلی رو، وسترن مدیسن رو ما قبول داریم. کسی که پاش میشکنه، گردنش میشکنه، باید بره دکتر، یا ناراحتی قلبی داره، باید اول از همه اورژانس بره. ولی چیزهایی هم هست که ما خودمون میتونیم انجام بدیم، که اگر لطف بکنیم، و توی برنامه‌های گذشته من گفتم که خودمون قدرت اینو داریم که خودمون رو خوب بکنیم. پس حتما اونا رو برگردیم و یه نگاهی بکنیم و این تمام این دردهای جسمی و روحی و همه اینا همشون چاره داره. بخشایش و سرویسی که به دیگران میدین اینا کلیدهای طلاییه که باهاش این قفلا رو باز میکنی. ها؟ تنها کافیه، تنها روش سادش اینه که سلام بکنی. سلام میکنین مثلا به، خدا نکنه، خدا نیاره، ولی مچ دست من این اواخر شکسته بود، برای اینکه روی یخ خوردم زمین شکسته، الانم گهگاهی از یه قلقلک میده، دستم رو میذارم روی دستم و میگم تو قدرت اینو داری که خودتو خوب بکنی، لطفا کار خوبی بکن، مرسی. بعد حالا میخواد این درباره رابطه شخصی باشه با کس دیگه ای، میخواد مالی باشه، مثلا سلام میکنیم به وضع مالیتون یا به کارتون، یه کار بهتر میخواد، کار، و مطمئن باشین که با چی میگن، خیلی با دقت حرف بزنی، نه کار به عنوان جامع نگید، برای اینکه هر کاری میتونه باشه. شما فرض کنین که مثلا معلم هستین و میخواین یه مقام بالاتری بگیرین، مثلا من نمیدونم چیه، میخواین مثلا کلاس بالاتری رو درس بدین، خیلی مشخص بکنین که من، تو خودتو، تو قدرت اینو داری که به این ارتقا برسی، لطفا کار خوبی بکن، مرسی، تشکر میکنی. و بعد خیلی 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 راحت میگیم که من تو رو دوست دارم، تو هم منو دوست داری، bring love, peace, harmony. I forgive you, you forgive me.
من تو رو میبخشم، تو منو ببخش، من و اجدادم رو ببخش. عشق و صلح و هارمونی بیار. I forgive you, you forgive me. Bring love, peace, harmony. و این بخشش باید بدون قید و شرط باشه و با تمام وجودتون، با از ته دلتون حتما عذرخواهی بکنی. برای اینکه من دیدم، با چشم سومم دیدم که چه کارهایی کردم قبلا. من واقعا اصلا ساعتها اشک ریختم، ساعتها اشک ریختم برای کارهایی که کردم که چقدر سرزنش آور بود. و میفهمم اگر اون طرف نخواست منو ببخشه، کاملا حق داره با اون کاری که من کردم بهش، حق داره نبخشه. ولی چیکار میکنم؟ اونقدر تکرار میکنم، نه یه روز، نه دو روز، نه یه سال، نه 10 سال. من الان چند ساله؟ 12 ساله با مستر شاه هستم. این یکی از کارهای روزانه منه، تقاضای بخشش، و از صمیم قلب بخشش میخوام. و مطمئن باشین دیر یا زود میبخشن. به قول معروف یه ضرب المثل چینی هست، میگه میخوای move the mountain، be sincere، با قلب روشن از ته دلت یه چیزی رو بخوای، میتونی کوه هم حرکت بدی. در هر صورت من تو رو میبخشم، خواهش میکنم منو ببخش. من و اجدادم تو رو میبخشیم، تو و اجدادتو میبخشیم. خواهش میکنم تو هم من و اجدادم رو ببخش. Bring love, peace, harmony. بذار برامون عشق و صلح و هارمونی باشه، هماهنگی باشه. خیلی خیلی راحته، خیلی راحته، منتها به شرط اینکه انجام بدیم. و اینجا هم نوشتم که حداقل 15 دقیقه در روز بذارین، 2 دفعه 3 دفعه در روز این کار رو انجام بدین و نتیجهش رو خودتون میبینین و مطمئنم خوب میبینین. و خودتون اصلا نگران نکنین و در ضمن یادتون باشه که خودتونم ببخشین. ما خودمون گاهی اوقات به خودمون خیلی سخت میگیریم، ولی خودمونم باید ببخشیم. I forgive myself. من یکی از اونایی بودم که خیلی به خودم سخت میگرفتم. هنوزشم هستم، ولی خب خیلی بهتر شدم. من تو رو میبخشم، خواهش میکنم منو ببخش. من شما رو میبخشم، خواهش میکنم شما هم ما رو ببخشین. عشق و صلح و هارمونی به وجود بیاد بینمون. خب حالا برمیگردیم به این
همینطوری که گفتم این چیز خوشخطی هایی رو که پشت سر من میبینین، این دست راستی عشق وسطی صلح آخری هارمونیه و اینو با همدیگه 5 تا انگشتتون رو روی همدیگه بذارین و همراه من هم آهنگش رو میخونیم، عشق و صلح و هارمونی رو میخونیم و هم دنبال میکنیم. چرا؟ برای اینکه این انرژی منفی که حالا چالش شما هرچی هست، انرژی منفی هست درش، اینو خارج میکنیم، به جاش انرژی مثبت خالق رو وارد اونجا میکنیم. این انرژی مثبت خالق در روحشه، در جسمشه، در قلبشه، در حرکت دهنده است و نهایتاً تغییر شکل میده، تحول متحول میکنه، دگرگون میکنه. خب من یه قلوب آب بخورم بعد شروع میکنم. من با خطکش و شما هم با 5 انگشت. Lula, 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 L
شریعت هستم، دل ها و روح ها رو یکی کنید، عشق و صلح و هارمونی، عشق و صلح و هارمونی. I love my heart and soul. I love all humanity. Join hearts and souls together. Love, peace. Harmony, love, peace, and harmony. Dard o rooham ra doost daram, bashariyat ra doost daram. دل ها و روح ها رو یکی کنیم، عشق و صلح و هارمونی، عشق و صلح و هارمونی. حالا لطف کنین دستتون رو فقط بگیرین رو به روش، هیچ کاری نمیخواد بکنی، فقط دستتونو بگیرین، چشمتونو ببندین، فقط حس کنین. من که شما رو نمیدونم ولی من خیس عرق شدم حقیقتا، و امروز اینو پوشیدم برای اینکه سردم بود. الانه بدنتونو، چشمتونو ببندین و یه اسکن بکنین از بالا تا پایین و بگین که از 0 تا 10، یعنی حادترین، 10 یعنی حادترین، 0 یعنی 1 کمترین، قدیم چه شماره به خودتون میدادین برای چالشی که دارین، و الانه چقدر چه شماره میدین. بعد از این 10 دقیقه ما تمرین کردیم، این نیروی الهیه که به بدن ما وارد شد، همش پوزیتیوه، همش مثبته. قاعدتاً باید این چیزهای منفی ما اگر یه دفعه همین الان نمیره، دلیل بر این نیست که فردا پس فردا نره، دلیل بر این نیست که هفته بعد که میای این بازم تکرار میکنیم، تکرار میکنیم تا این چیزهای منفی از ما خارج بشه. و میشه خب، حالا در این قسمت از برنامه گوانین یک بودایی هست که در مشرق زمین، یعنی تمام کشورهای از هند و تبت و تا فیلیپین و ساوت ایست ایژیا، تایلند و اندونزی و ویتنام تا چین و
ژاپن بهش اعتقاد دارن. حتما دیدین یه خانمیه که 1000 تا چشم و 1000 تا دست داره و هنوز هم و قسم خورده به معلمش که من تا وقتی که حتی یک سول یک روح در این لایتن نشه، یعنی به روشنگری نرسه، من باز هم ادامه میدم به برگشتن به زمین و ادامه میدم تا وقتی که هم یک سول هم دیگه نمونه، همه روشنگر بشن. و هر وقت صداش میکنی همیشه فوری میاد، به شرطی که از ته دل باشه. و من اینو بازم خودم تجربه کردم. یه زمانی بود که مادر من 2 سال پیش خیلی مریض بود و داشت میمرد. دکترها گفتن 3 تا 6 ماه بیشتر زنده نیست، الان 2 سال گذشته و الحمدلله حالش هم خوبه، خوب غذا میخوره، میخوابه، منتها خب توی بده، خب نه تو years old چه انتظاری آدم میتونه داشته باشه. ولی در هر صورت این همه دست با مسکا هم بهش وصل بود که الان دیگه هیچی نیست، هیچ دستگاهی بهش وصل نیست. یا برادرم از اون طرف و خیلی چیزهایی که خودم خواستم و مادرگوانین که به کامپشن، به مادر عطوفت مثل مادر مری، حضرت مریم که ما در غرب اعتقاد داریم به خاطر مهربونی و به خاطر معجزاتی که کرده، گونینم همینطور هست و خیلی خیلی معجزات کرده. حالا من یه چند دقیقه 5 دقیقه یه نیت بکنین، میتونین همون نیت رو داشته باشین، میتونین عوض کنین. یه چند دقیقه براتون این دعای کوتاهش رو میخونم و بعد از 0 تا 10 دوباره یه شماره بدین. چن شو چن یان دا صدا به جو کو جو نان گوان دا وان من گوان شر این پوسا لینگوی شانگ شر گوان شر این پوسا لینگوی شانگ شر چین شو چین ین دا صدا به جو کو جو نان گوان دا وان من گوان شرین پوسا لینگوی شانگ شر گوان شرین پوسا لینگوی شانگ شر چین شو چین ین دا صدا به جو کو جو نان گوان دا وان من گوان شین پوسا لینگوی شانگ شر. گونین الان اینجاست، اینقدر این سولش بزرگ بزرگ و پر نور، نه این نور خورشیدی که ما میبینیم، is unbelievable unbelievable، قابل باور نیست. ولی خیلی ممنونم ازش. حالا دوباره بدنتون رو یه اسکن بکنین و الان دوباره یه شماره بدین و خواهش میکنم که با من هم روی اینستاگرام برام پیغام بذارین، هم روی فیسبوک پیغام بذارین. اگر بعدن میبینین یا
هیچ اشکالی نداره، میدونم وقتا ممکنه به همدیگه نخوره، ولی واقعا از ته دلم امیدوارم که نتیجه مثبت خوب گرفته باشین امشب و برای هفته تا هفته آینده همتون رو به خدا میسپارم. شب همگی بخیر. برای اینکه من باید اینستاگرام رو تا قبل از 55 دقیقه قطعش بکنم و این کمال افتخار بود که به من دادین که تشریف آوردین. مرسی مرسی مرسی. How 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 gonsum gonsum gonsum. How means get well perfect. خیلی خوب، عالی. و گنسوم گنسوم یعنی قبل از اینکه شما بیایید من این همه سوالا رو خوندم که بیان که با من باشن، با شما باشیم و الان میفرستمشون اونجایی که بر آمدن ازش و خیلی ازشون ممنونم. Thank you, thank you, thank you. Love you, love you, love you. Bye everyone.